یک دو سه دا تو بگم همچه چیزی بود توی این مایا بود دیگه. سلام به برابکس خوب یوتیوب، علیرضا سلطانلو هم به چنل خودتون چنل آس مووی خیلی خوشتون اومدید به چنل خودتون چنل آس مووی خیلی خوش اومدید. این اولین ویدیو جدی این چنل پادکستی که گذاشته بودیم که برای 2 ماه پیش بود و تمام چیزایی که تا الان دیدید برای گذشته بوده. این اولین ویدیویی که جدی دارم ضبط میکنم و یه ذره حق بدین دیگه. اون چنل خب خیلی برای زحمت کشیده بودم ولی به خاطر تازه مشکلاتی که مقصرش هم من نبودم اون چنل رو از دست دادم تا الان، ولی خب فعلا اینجا هستیم، میخوایم پر انرژی اینجا ادامه بدیم دیگه. قبل از هر چیزی یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب بکنید، زنگ رو روشن کنید که ویدیو بعدی ما از دست ندین. دوستتون دارم، بریم سراغ ویدیو امروز. تقریبا میشه گفتش که 3-4 ماه پیش بود که من یه ویدیو ساختم و راجع به برنامه آوای جادویی صحبت کردم. اونجا خیلی عصبانی بودم و هرچی کامنت و ریاکشن بد بود نسبت به این برنامه داشتم. خب واقعا با هیچی اون برنامه ارتباط برقرار نکردم، نه داورا، نه مجری، نه خواننده ها، نه استودیوش، دکورش، ادیتش، هیچی. یعنی واقعا هیچ نقطه قوتی به نظر من اون برنامه نداشت. و خب یه سرتون با حرف من موافق بودین، یه سرتون با حرف من مخالف بودین. همینش قشنگه دیگه که با هم دیگه میتونیم صحبت بکنیم و تبادل نظر بکنیم دیگه. خب من بر اساس نظر شخصی خودم اومدم یه کامنتی توی ویدیو گفتم و شما بر اساس نظرات شخصی خودتون یه سری کامنت ها میدید. دمتون هم گرم، خیلی همین قضیه باحاله. امروز میخوام راجع به برنامه صدا تو صحبت بکنیم. قبل از اینکه بریم وارد برنامه بشیم، بازم باید بهتون بگم که هر نظری که توی ویدیو داده میشه صرفا نظر شخصی منه، در جایگاه بیننده، نه در جایگاه منتقد. برنامه رو دیدم، نظراتمو کامنتامو نسبت بهش میخوام با دوستای خودم به اشتراک بذارم. همین. خب برنامه صدا توی برنامه تقریبا میشه گفت موسیقی محوره. مجری برنامه محسن کیاییه، یه شرکت کننده داره که میاد وارد برنامه میشه، وارد مسابقه میشه. 4 تا کمک داره: شبنم مقدمی، امین مهدی، ژول، محسن شریفیان و محمد بهرانی ان که سعی میکنن به شرکت کننده کمک بکنن تا توی روند برنامه جلوتر بره و بتونه مبلغای بیشتری رو ببره. اینکه چی گیر داورا میاد و نمیدونم. من بیزینسی نگاه میکنم. و شرکت کننده از بین 6 نفری که روبروش وایستادن و هر کدوم ممکنه یه شغلی داشته باشن، یه کرکتری داشته باشن، باید مشخص بکنن که کی میتونه خواننده باشه. میتونه یه نفر، 2 نفر یا 3 نفر از بین اونا خواننده باشه و باید درست حدس بزنه و هر چی بتونه درست حدس بزنه مبلغای پول بیشتری رو میتونه برنده باشه. ایده برنامه، ایده کپی توی اول برنامه هم راجعش صحبت میکنم. این برنامه جوکر که اولش بودن، این سری توضیحات دادم و سرگذشت این برنامه رو، تاریخچه این برنامه رو به مردم گفتن که آقا این برنامه از اینجا شروع شده، اینجوری. اینجا هم یه متن میاد، یه مونولوگی گفته میشه که این برنامه فکر کنم بر اساس برنامه کره‌ای ساخته شده و همینجوری اومده جلو. حالا نسخه‌ها و ورژن‌های مختلفی قطعا داره و توی ایران هم خب به اسم صدا تو قراره پخش بشه. اینم یه لایک دیگه واسه این برنامه که حداقل مثل آوای جادویی که برنامه دیوایس رو علنن کپی کرده و هیچ صحبتی هم راجبش نمیکنه، حداقل یه لایکی بهش میدی. با محسن کیایی اوکی ام، با همراه ها هم اوکی ام، به نظر من اونایی هم که قرار کمک بکنم باحالن. هرچند یه جاهایی احساس میکنم انگار بهشون گفته شده که مثلا اینجا اینو بگو، مثلا اونجایی که دارن اون 6 نفر رو توضیح میدن که هر کدومشون چه شغلی دارن، اونجا دقیقا نوبت به نوبت همشون دارن صحبت میکنن، انگار مثلا گفته شده که آقا الان نوبت تو یه چیز راجبه این شخصیت بگو، راجبه این کاراکتر مثلا تو یه چیزی بگو. این یه ذره میزد تو ذوقم، احساس منها اصلا شاید اینجوری نباشه، یعنی احساس من اینجوری بود با توجه به کاتایی که زده بودن. در کل بخوام بگم برنامه اوکیه ولی خیلی هم منو راقب نمیکنه قسمت های بعدش رو ببینم. شاید قسمت اول بوده اینجوری بوده، اینا همه اوکیه. یعنی برنامه رو نگاه میکنی از نظر دکوری برنامه باحالیه، دکورش دکور خوبیه، ایدهش ایده خوبیه، محسن کیایی اوکی هم، 4 تا همراه هم اوکی هم، کلا موسیقی هم که خیلی برام جذابه و ادیتش اوکیه، کادر بندی ها اوکی هم، ولی خیلی راقبم نمی کنه انگار قسمت بعدی رو ببینم. حالا نمیدونم نظر شما چی، حتما نظر شما برام مهمه که توی کامنت ها بنویسید. عین برنامه آوای جادویی که با هم دیگه صحبت کردیم، اینجا میتونیم با هم دیگه خیلی صحبت بکنیم و گپ و گفت داشته باشیم که بدونم نظر شما راجع به این برنامه چیه. و من همین حس رو نسبت به برنامه ناتو هم دارم. حالا نمیدونم چند نفرتون ناتو رو دارید نگاه میکنید. اون برنامه هم انگار
یه چیزیش کمه. یعنی نگاه میکنی کاغذ رو کاغذ ایده دارن و ایدهشون هم ایده مشخصیه، اما ایده انگار ایده کوچیکیه. حالا نمیگم این برنامه ایدهش ایده کوچیکیه ها، ولی یه چیزی توی این برنامه کمه. حالا من قطعا قسمت‌های بعدی رو نگاه میکنم که ببینم چه تغییراتی توی روند برنامه پیش میاد، چون مسلما محسن کیوی اولین قسمتی بوده که داشته اجرا میکرده. کمک‌ها خب شاید خیلی با لم برنامه آشنا نبودن، شاید مردم خب خیلی، حالا مردم یا من خیلی با برنامه ارتباطی نداشتم. خب بالاخره اولین باره که همچین برنامه‌ای دارم میبینم. توی کمک ها فیوریت من محمد بهرانی و شبنم مقدمی هم به نظر من خیلی اصولی نظر دادن. محسن شریفیان که مثلا به عنوان حالا موزیسین وارد برنامه شده، تمام نظراتش غلط بوده تا به اینجا. و ایمیتی شدم یه نکته داشت که خیلی نظرمو جذب کرد. خب از بین 4 تا کمکی که دارید میبینید، ایمیتی شوله قبلا مافیا بازی کرده و فکت هایی که میاره توی مسابقه کاملا مافیاییه، یعنی بر اساس اینکه مافیا بازی کرده داره اون فکت ها رو میده. این خیلی نظرمون جلب کرد، به نظرم خیلی جالب بود این داستان. الان اینجوریه که 10 20 30 40 50 همینجوری میاد بالا و توی هر چالش اگه نتونه اون چالش رو درست انجام بده، اون 10 میلیون رو از دست میده، اون 20 میلیون رو از دست میده اگه نتونه درست انجام بده. اگه بتونه انجام بده که اوکیه، یعنی اون پوله ماله اون شرکت کننده هستش. اما یه ایرادی که داره، حتی اگه همه اینا رو هم اشتباه بگه، بازم شانس اینو داره که اون 200 میلیونی رو ببره. یعنی یه نفر میتونه 5 مرحله رو اشتباه بگه باز 200 میلیون ببره. احتمالش وجود داره ها، یعنی بر اساس انتخابایی که میکنه این احتمال وجود داره که تو 200 میلیون رو ببری، با اون که تو کل بازی ممکنه که اصلا کلا اشتباه زده باشی. همونطور که شرکت کننده ای که توی این قسمت بود، حالا اگر اسپویل نباشه، شرکت کننده ای که توی این قسمت بود دو تا مرحله اول با وجود اینکه داورا کمک درستی بهشون کردن اشتباه گفت، ولی در نهایت داشت میرفت واسه اون 200 میلیونه. میدونین اصلا برنامه اینجوریه که خب تو اگه اینجا مثلا سوختی دیگه سوختی، یا مثلا دیگه تا یه جای بیشتر نمیتونی بری، نه اینکه تو اشتباه کنی ولی بازم بری بالاتر، هی بری بالاتر. نمیدونم، خیلی برام جای سوال بود این واقعا این قضیه. خلاصه که اگر آوای جادویی رو اینجا در نظر بگیریم، خیلی پایین، صدا تو برنامه اینجاییه. یعنی نگاه میکنی خب معلومه که واقعا فکر کردن روی این برنامه، روی دوربینا فکر کردن، روی ادیت فکر کردن، روی ایده فکر کردن، روی اجرا فکر کردن، اصلا مشخصه این که روش فکر کردن. امیدوارم که بهتر و بهتر و بهتر بشه. من توی برنامه هایی که توی پلتفرما داره پخش میشه با پدرخوانده خیلی حال کرده بودم، جدای از تمام شایعه و حواشی که واسش وجود داشت که تقلب میشه فلان فلان فلان، اما اجرای برنامهش خیلی جذاب بود، خیلی جذاب بود. قرار فصل دومم داشته باشه، پدرخوانده دو که مجید واشقانی و امیرعلی نبویان هستن. فکر کنم بهار افشاری نباشه، این مثلث مرگبار فکر کنم تو این فصل نباشن، ولی دو نفرشون به طور قطع میتونم که هستن. به نظر من اگه برنامه صدا تو بگیره، میتونیم شاهد این باشیم که خیلی برنامه بیشتر ساخته بشه. یعنی ما الان صدا تو رو داریم، تی ان تی رو داریم، ناتو رو داریم، اینا الان دارن به عنوان برنامه ساخته میشن، ولی اگه هر کدوم از این برنامه ها بگیرن، باعث میشه که برنامه های بیشتر بیشتر و بیشتری ساخته بشه. الان همه رو دور اینن که سریال بسازن، برنامه سازا میتونن بیان وارد پلتفرما بشن و اونا برنامه بسازن. خب بالاخره خیلی محدودیت ها رو ندارن. همین دیگه چی بگم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما حتما نظراتتون توی کامنت های این پست واسه من بنویسید. خیلی دوست دارم که نظر شما رو راجع به این برنامه بدونم، راجع به ویدیو من بدونم. یه سری تغییرات داره ویدیو ها میکنه که شاید یکی دو تا شو الان دیده باشین و به مرور میفهمید. هر کاری که میکنیم برای اینه که کیفیت برنامه‌مون بالا و بالا و بالاتر بره. همین دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. نظرتون هم حتما بنویسید. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا.